همه دوستان و عزیزان، امیدوارم که هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. ببینید صدا رو ببینیم. بله صدا هم که خوب است. درود بر شما. درود 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 به همه دوستان و عزیزان. درود بر شما گرامی، درود بر شما، درود درود به همه دوستان عزیزان. امیدوارم که هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. یه درود بگم به بچه های یوتیوب. وقتی این برنامه رو دارید میبینید، این برنامه دوستان توی یوتیوب زنده پخش میشه، اما زنده نیست. این برنامه لایوش توی یک ساعت قبل توی اینستاگرام رستاخیز انجام شده، بعد دانلود میشه توی یوتیوب آپلود میشه. بنابراین در حین برنامه که کامنت می نویسید، اونجا من نیستم که کامنت ها رو ببینم و بخونم و حالا شما یه درود میفرستید و فلان. پوزش میخوام، چون کامنت های یوتیوب رو، یعنی برنامه یوتیوب زنده نیست. زده پخش زنده، ولی خب زنده نیست. درود بر شما. صدا آخرشه دیگه دوست عزیز، صدا آخرشه دیگه. میکروفون گذاشتم دیگه، دیگه از صدا ایراد نگیرید، میکروفون گذاشتم. یه دونه میکروفون کوچولو، این کوچولو یا گرفتم براش و این میکروفون براش گذاشتم. اینجام آخرشه دیگه. خب بریم سراغ برنامه. امروز چهارشنبه 21 شهریور ماه 2583 شاهنشاهی ایرانی، داریم نزدیک میشیم به سال روز آغاز خیزش 1401 و قتل حکومتی جمهوری اهریمنی اسلامی که یک دختر ایران جاویدنام مهسا امینی رو با اون طرز وحشتناک به قتل رسوند. امیدوارم که در سالگرد این روز حالا اتفاقهایی در داخل ایران بیفته. دوستان ارتش سرویس سوال پرسیده بودن که ما برنامه‌مون چیه برای 25 اردیبهشت، 25 شهریور. اولا همیشه من گفتم ما نه کارمون فراخوان دادنه، نه انقلاب کردنه، نه شلوغ بازی در آوردنه، نه فراخوان‌های دوزاری آبکی دادنه، نه اصلا دنبال این داستانا نیستیم. ما توی ارتش سرویس خودمون رو آماده نگه می‌داریم برای اتفاقایی که خواهد افتاد و پاسداری و پاسبانی از انقلابی که رخ خواهد داد. بچه‌های ارتش سری کار شما اونه. بذارید اونایی که با فراخوان می‌خوان انقلاب کنن خودشون فراخوان بدن، خودشون برن انقلاب کنن. بنابراین این یک بار دیگه برای بچه‌های ارتش سری. میتونید ویدیو درست کنید، پیام بذارید، پیاماتونو بگید، هر چیزی که دوست داشته باشید میتونید انجام بدید با رعایت اصول ایمنی کامل و ویدیوهاش هم ارسال کنید پخش میشه. اما اینکه فراخوان بدیم برای خیابون و فلان این داستان ها، فراخوان کار ما نیست دوستان عزیز. این در مورد 25 شهریور. یکی از دوستان امروز یک ویدیویی رو از 4 سال پیش، پریشب یه ویدیویی رو از 4 سال و نیم پیش، دیشب یه ویدیویی رو از 4 سال پیش توی اینستاگرام منتشر کرد، بازپخش کرد که ما توی رستاخیز هم استوریش کردیم. مطالبی در مورد معامله قلب و اتفاقهایی که قرار بیفته اون روز و امروز میبینیم که اون اتفاقها بخشیش افتاده و بخشیش هم در حال وقوع متاسفانه. طرح معامله قلب طرحیست که بین کشورهای قدرتمند مثل همون 5 به اضافه 1 به توافق رسیدن پشت پرده و مجری این طرح هم در خاورمیانه، موریانه خاورمیانه یا همون اسرائیله. و خب داریم میبینیم که چقدر از این صحبتایی که 4 سال پیش من در یک لایو کوتاهی توضیح دادم حقیقت پیوسته. خیلی بده. من اصلا دوست ندارم پیشبینی ها یا صحبتایی که انجام دادم به حقیقت به پیونده در مورد بازی مافیای جهانی، اصلا دوست ندارم، ولی متاسفانه سناریوشونه و بازیشونه و حالا همه چیزم که در اختیارشونه و دارن انجام میدن، چون آخر خوبی نداره اون بازی. اما امروز شیخک های حاشیه خلیج فارس
مدعی این شدن که نه تنها سه جزیره همیشه ایرانی متعلق به این اراذل او باشه، بلکه حضور ایران در این سه جزیره رو محکوم کردن. و نه فقط حضور ایران رو محکوم کردن، بلکه میدانهای گازی و نفتی ایران که حالا با کویت و امارات و قطر و بعضی وقتا با عربستان و امثال هم رو ملت ایران شریک هستن، اونها رو هم نفع کردن و گفتن به هیچ عنوان ایران سهمی در این میدانهای نفتی و گازی نداره. من یادمه چندین بار توضیح دادم در مورد بازی سناریوی 57 و گفتم پول داعش، پول طالبان، پول القاعده، پول اخوان المسلمین، پول تمام این تروریست هایی که به نام اسلام و اسلامگرایی مطرحشون کردن، تمام هزینه اینها رو ملت ایران میدن. اون روز که ما این صحبت رو میکردیم خیلی ها شاید خندهشون میگرفت، میگفتن این سید قاسمی دیوانه است. ولی ماجرا چی بود؟ داستان چیه؟ خیلی ها فکر میکنن که جمهوری اسلامی مثلا عقلش نمیرسه یا نمیتونه بیاد مثلا از میدان گازی آرش یا میدانهای نفتی مشترک با این شیخکای حاشیه خلیج فارس، عقلش نمیرسه بیاد از اینا استفاده کنه، بهره برداری کنه، و چون رژیم بیکفایت و نالایق و عقب افتاده و فلانی حرفا هست، اونا هم دارن میخورن. نه، اینجوری نیست دوستان. توافق 57 به این صورت بوده که ذخایر نفت و گاز، حالا اون موقع نفت و گاز ایران در خلیج فارس باید توسط یک کشور سومی استخراج بشه و بعد پول حاصل از این منابع رو مافیا بتونه خرج گروه‌های که در آینده میخواد تأسیس، یعنی سال 57 گروه‌هایی که در آینده میخواد تأسیس کنه رو بتونه از این منافع یا از این منابع زیرزمینی ملت ایران هزینه اینها رو بده. قطر یک کشوری که شاید اندازه یکی از استان‌های ایران هم نیست، ولی خب قطر چه امکاناتی داشته، چه قدرتی داره، چه نیروی نظامی داره، چه دیپلماسی داره که قطر باید پول همه این تروریست ها، اسلامگرایان، اخوان المسلمین و القاعده و داعش و امثال هم رو بده؟ قطر از کجا این پول رو قراره بده و از کجا میده؟ این هزینه هایی که دارم صحبت میکنم هزینه های میلیارد دلاری، نه یک بار و دو بار، 45 سال، و حالا خدا میدونه تا کی ادامه پیدا کنه. این پول ها از همین میدان های نفتی و گازی متعلق به ایران به نام قطر توسط مافیای جهانی استخراج میشه و پول حاصل از این منابع یه بخشیش به قطر به عنوان دلال. دقت کنید، قطر از جیب خودش به حماس پول نمیده، قطر از جیب خودش به طالبان پول نمیده، قطر از جیب خودش به القاعده و اخوان المسلمین پول نمیده، بلکه از پول نفت و گاز ایران که قطر به نام قطر داره استخراج میشه درصدی از مافیای جهانی میگیره. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا فرض کنید مثال روزانه 1 میلیارد دلار استخراج کنه از این میدانهای گازی و نفتی، 1 میلیارد دلار استخراج بشه، 100 میلیون دلارش به قطر میرسه. دقت کنید، به قطر میرسه، قطر هزینه نمیکنه، به اسم قطره. مثلا همین تلویزیون رژیم اینتر آشغال دیدید، یه شیخ عرب اومده پشت صحنه رژیم اینتر آشغال. در حقیقت شیخ عرب کاری نیست که، جمهوری اسلامی با این شیخ عرب همکاری میکنه، به نام شیخ عرب میان اینتر آشغال رو تأسیس میکنن، جمهوری اسلامی هزینه رو به اون شیخ عرب میده، شیخ عرب 1 درصدیشو برمیداره، 1 درصدیشو هزینه برای رسانه میکنه. واسطه گری. قطر هم کارش همینه. قطر به نام قطر داره این میدانهای گازی و نفتی ایران استخراج میشه، اما قطر فقط
درصد خودش رو میگیره و بعد مسئول تخص این پول هاست. و در حقیقت پول تمام این گروه های تروریستی بین‌المللی رو متاسفانه ملت ایران دارن میدن بدون اینکه خودشون خبردار باشن. اما امروز دیگه این شیخک های حاشیه خلیج فارس دیگه پا رو فراتر از این داستان گذاشتن و عملا میگن کلن این میدون ها که مال ماست، میدان های نفتی و گازی، جمهوری اسلامی، حالا اونها نمیگن جمهوری اسلامی، اونها میگن ایران، ایران هم حضورش در این سه جزیره به عنوان یک بیگانه و اشغالگره و ما حضور ایران در این مناطق رو محکوم میکنیم. حالا شما یکی بیاد به من بگه جمهوری اسلامی که این همه هارت و پورت میکنه و دلام دلوم میکنه و آمریکا رو میخواد نابود کنه و اسرائیل رو میخواد نابود کنه و فلان این حرفا، چرا نباید تو دهن اماراتی بزنه که 40 سالشه؟ کل امارات 40 سالشه، از نظر سن و سالی 40 سالشه، در مقابل یک کشور چند هزار ساله‌ای حالا میاد برای این کشور شاخوشو نمیشه. میخوام بهتون بگم که دعوای یعنی جمهوری اسلامی مدافع حقوق مردم نیست، مدافع حقوق ملت نیست، و الا خیلی راحت میتونید سیلی به امارات بزنه که با کله بره پایین یا به هر کشورک دیگه. اما چون همشون جزء سناریو هن و باید یواش 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 یه چیزی رو فرو کنن و اون پیچ و مروهای فرهنگی ملت ایران رو شل کنن و از بین ببرن و عادی بشه، تاب و شکنی بشه، به این صورت با همدیگه پینگ پونگ سیاسی انجام میدن. اما چیزی که در طرح معامله غرب وجود داره، متاسفانه در 4 سال پیش گفتم، 4.5 5 سال پیش گفتم و هم الانم در موردش دوباره تاکید میکنم، اینه که ایران عملاً اولا که استانهای مرزی ایران از ایران جدا بشن طبق سناریو مافیای جهانی، شمال، جنوب، شرق، غرب، و ایران تقسیم به 6 کشور بشه. این چیزیه که اینها دنبالش هستن. حالا امروز مقامهای کووید خیلی جالبه، چند کشورک دوزاری در پیتی میان بیانیه رسمی صادر میکنن، بعد جمهوری اهریمنی اسلامی زبونش رفته تو هرچی نمدتر خودشو دار دستش، اصلا انگار نه انگار. در مورد اون مستندی که توی این سیرک انتخاباتشون زاکانیه پخش کرده بود، من قبلا توضیح دادم، گفتم یه مستند اینها اومدن پخش کردن، حالا لابلای این مستند 4 تا لگد به مثلا به حکومت پادشاهی میزنن. اما یه مسئله خیلی خیلی تعجبی توش، چرا ایرانی که دارای این قدمت و این همه مستندات تاریخی هست در مورد این سه جزیره و خلیج فارس، چرا باید با یک کشورک جعلی 40 ساله‌ای که همش اندازه ورامین ایران نیست، چرا اصلا باید وارد مذاکره بشی بر سر مالکیت جزایری که متعلقه به ایرانه؟ چرا همون موقعی که ایران با امارات وارد مذاکره میشه، همون زمانی است که شوروی فروپاشی میکنه، یعنی فروپاشی شوروی اتفاق میفته و اون 17 شهر ایران که از ایران جدا شده بودن در بهبهه بازگشت به ایرانن. یعنی خیلی اون موقع مردمان اونجا تمایل داشت، مخصوصا ایروان، نخجوان و امثالهم تمایل داشتن که به ایران برگردن. همون موقع اکبر رفسنجانی لعنت الله علی با همین حسن روحانی بی پدر مادر به دستور شخص روح‌الله خمینی میرن و پیشنهاد تأسیس کشور آذربایجان رو میدن و همونجا اسمی که برای اون منطقه انتخاب میشه به عنوان یک کشور رو اکبر رفسنجانی و همین حسن روحانی این اسم رو پیشنهاد میکنن. یعنی فکر کنید مثلا شهرهای ایران، استانهای ایران اسمشون آذربایجانه، بعد تو همسایگی ما شهرهایی که از ایران جدا شدن، حالا 100 خورده ساله اون موقع پیشش، بیاییم اسم اونا رو بذاریم رو کشور، اسمش استانامون رو بذاریم رو کشور. همه اینها نشان از یک پلن حداقل 50 ساله است، یعنی از یک جایی شروع بشه در کوتاه مدت و در میان مدت 50 سالگیش به این جایی برسی که الان رسیدیم، که حالا شیخکای حاشیه خلیج فارس از یک سو و این اراذل اوباش الهام دماغوف از سوی دیگه مدعی آب و خاک ایران هن. حالا این دوتا فعلا
شرق و غرب اونم به همین صورت ها. فکر نکنید این جریان داعش خراسان، داعش خراسان که راه انداختن، اون چشم طمع به شرق ایران داره. این برم که اون اقلیم بارزانی و امثال هم دنبال غرب ایرانه، جنوب غربی ایران هم که کلن عربا میخوانش، میگن این استان خوزستان یک بخشی از اعرابی بوده که ایران اون زمان اشغال کرده. دیدید دیگه، مثلا حسن شریعت مداری به عنوان یک رهبر یک اپوزیسیونی میاد و اسم این بخش رو میذاره عربستان. همین سادگی. و خب این نشون میده که یک روندی از یک جایی شروع شد به اسم فتنه 57 و به این جایی رسیدیم که الانی که ما داریم ما هم صحبت میکنیم، تلویزیون باکو میاد و رسما در خبرهاش و در به قول معروف پابلیک اولا برای ایران شاخوشونه میکشه و بعد اعلام میکنه همه ایران متعلقه به باکوه، همه ایران متعلقه به باکوه. عجیبا، همون باکویی که جمهوری اسلامی، علی خامنه ای، سپاه تروریستی پاسداران در جنگ قره‌باغ که اسرائیل اون جنگ رو مدیریت میکرد، اومدن پشت باکو ایستادن بر علیه ارمنستان. ارمنستانی که از دیرباز که جزء ایران بوده تا زمان شاهنشاه آریامهر بهترین روابط رو با ملت ایران داشته و با کشور ایران داشته، چه از نظر تاریخی، چه از نظر فرهنگی، چه از نظر تمدنی. بعد جمهوری اسلامی میاد پشت باکویی که امروز مدعی کل ایران واسه ماست و جمهوری اسلامی خفه خون گرفته. دلیل این که جمهوری اسلامی خفه خون گرفتم گفتم سناریو بازیه و جمهوری اسلامی هم خودش حمال این سیاسته، برای همین نمیتونه حرفی در مورد اینها بزنه. در قبالش چیکار میکنه؟ میاد مسائلی رو مطرح میکنه که مردم گرفتار بدبخت تو فلاکت مصیبت زده همه چیز داغون، به جای اینکه چشمشون رو روی حقیقتی که داره اتفاق میفته باز کنن، درگیرشون میکنه مثلا با افغانهایی که در ایران حضور دارن، درگیرشون میکنه با اینجور مسائل. ایران یک کشوریه که در زمان جنگ جهانی شاهنشاه آریامهر تازه به عنوان ولیعهد تازه شده پادشاه، 500 هزار لهستانی رو، زمان قحطی رو یادتون باشه، تو ایران قحطی بوده، جنگ جهانیه، پادشاه تازه شده پادشاه، همه چیز در کنترل بیگانه است، 500 هزار لهستانی، مستندش هست توی گوگل سرچ کنید، 500 هزار لهستانی رو ایران با آغوش باز میپذیره. در اون این تعداد جمعیت در مقابل جمعیت اون روز ایران رو حساب کنید که فکر میکنم نزدیک 11 میلیون جمعیت ایران باقی مانده از اون قحطی مصنوعی که انگلستان و روسها برای ایران درست کردن، حدود 10-11 میلیون جمعیت ایران بوده. 500 هزار لهستانی رو ایران میپذیره با آغوش باز، امکانات هم بهشون میده و حالا بخشی هاشون هم که توی ایران موندن، بعضی هاشون هم که بعد از جنگ جهانی از ایران خارج شدن، یا در زمان جنگ 8 ساله چیز در زمان شاهنشاه آریامهر، زمانی که صدام به کردهای اقلیم امروز بارزانی حمله میکنه، شاهنشاه آریامهر 400 هزار کرد که توی اقلیم بارزانی بودن رو به ایران اجازه ورود بهشون میده و بهشون امکانات میده. در کنارش عرب هایی هم که از دست صدام فراری بودن، اینها هم به ایران مهاجرت میکنن. خب چون سیستم درستی بود، حاکمیت درستی بود، نه تنها خلایی در زندگی مردم وارد نکرد، بلکه خب ایران طبق اون سنت مهمان پذیرایی خودش تونست با بهترین نحو هم از این بحران ها عبور کنه و اونها هم جزء شهروندان ایرانی شدن. تو تمام دنیا هم همینه. حالا چرا جمهوری اسلامی کلید کرده رو
واژه افغان و این داستان ها رو داره درست میکنه، برای اینکه مردمی که جمهوری اسلامی نابودشون کرده، کشوری که جمهوری اسلامی نابود کرده رو همه رو بندازن گردن مهاجران افغان. خب افغانستان که یه کشوری بود که به هر حال حالا گفتن دموکراسی و فلان این داستان ها، طالبان رو سرنگون کرده بودن، داشت کاراشون رو روال میافتاد. خب خود همین جمهوری اسلامی در لباس طالبان وارد افغانستان شد و اون بلا رو به سر افغانستان آورد. اگر فردا روز در ایران اتفاقی بیفته، جنگی صورت بگیره، خب مردم ایران کجا باید برن؟ حالا اون بخشی که از ایران میرن بیرون کجا باید برن؟ یا باید برن ترکیه، یا با خیلی دیگه چیز بشه باید برن عراق اگه تحویلشون بگیرن، یا از این در باید برگردن برن افغانستان مردم ایران. به هر حال مردمی که توی یک شرایط اینجوری قرار میگیرن به یه طرفی میرن، مثل جنگ 8 ساله‌ای که سر ایران اتفاق افتاد. یادتونه اون داستان جنگ زده ها که از استان خوزستان اومدن به داخل به سمت تهران و شیراز و اصفهان و جاهای دیگه. خب این یه چیز طبیعیه. وقتی آتیش رو شما جمهوری اسلامی تو افغانستان روشن میکنی و بعد خودت رو هم دروازه هاش رو باز میذاری و بعد اون رفیق طالبان هم همه رو کوچ میده این وقت، خب این یه اتفاق طبیعیه از یک سو. از سوی دیگه جمهوری اسلامی خودش دنبال امت سازیه، یعنی جمهوری اسلامی بهترین استفاده رو از افغانها میبره. جمهوری اسلامی میبره بهترین استفاده رو. هر تجمعی که نیاز داره دیدید که اتوبوس میارشون. هر داستانی که میخواد رقم بزنه اینها رو اتوبوس میاره. میاد سپاه فاطمیون درست میکنه. از کی درست میکنه؟ از همین بیچاره ها، از همین ها درست میکنه. حالا تمام مشکلات رو میزه. جمهوری اسلامی 1000 تومن واسه افغان ها هزینه نمی کنه. 1000 تا 1 تومانی هزینه نمی. اون بی پدر مادری که میاد میگه این افغان ها در ایران دارن یارانه میبرن و یارانه سوخت رو میخورن و فلان و فلانات، زر مفت میزنه. جمهوری اسلامی نه تنها برای اینها هزینه نمی کنه، بلکه بابت تمدید هر کارتشون خداد میلیون تومن پول میگیره. تو خیابون بهشون گیر میده ازشون پول میگیره. تو بازار میبینشون ازشون پول میگیره. مدرسه میخواد ثبت نامشون کنه ازشون پول میگیره. جمهوری اسلامی از اینها درآمد داره. اما جمهوری اسلامی برای کی هزینه میکنه؟ برای کی هزینه میکنه؟ یه سر بزنید تو قم، یه سر بزنید تو مشهد، بالای 1,500,000 آفریقایی رو جمهوری اسلامی وارد قم و مشهد کرده. 1,500,000 آفریقایی برای چی؟ برای اینکه بیارشون تو حوزه خرسازی خرهای رنگابرنگ درست کنه. آفریقایی هایی که جمهوری اسلامی آورده مثل افغان ها نیومدن تو ایران کار کنن، زندگی کنن، درآمد پیدا کنن، خرج خودشون بکنن که. اونها با بورسیه حکومت ایران وارد کشور ایران شدن، با بورسیه، اونم نه به ریال، به دلار، به دلار. یعنی بابت 1.5 میلیون آفریقایی که جمهوری اسلامی آورده هیچی که هزینه‌شون نشه در ماه 15 میلیارد دلار هزینه‌شونه در ماه، چون خرج خودشون رو که باید بدن هیچ. هر کدوم از این آفریقایی‌ها 7-8-10 تا زن دارن، 75-100 تا هم بچه دارن. میدونید دیگه، خودتون دیدید. جمهوری اسلامی و اون اراذل اوباش حکومتی که دارن این داستان افغان‌ها رو انداختن سر زبون‌ها، همه جای دنیا آدم خوب و بد داره. همه جای دنیا. همین پیروز توی آلمان 4 تا مرد ایرانی وابسته به جمهوری اسلامی به یک ایرانی در آلمان به یک مرد ایرانی تجاوز میکنن. 5 تا ایرانی، 4 تاش حکومتی هن، یکی شمال نمیدونیم کیه. همه جای دنیا هست آدم خوب آدم بد. ایرانی عوضی داریم، ایرانی خوب هم داریم. افغانی عوضی داریم، افغانی خوب هم داریم. یه چیز طبیعیه، تو همه مردمان هست. اما بولد کردن و زوم کردن این که تمام گرفتاری ملت ایران به خاطر این افغان هاست که وارد ایران شدن، این عین
جنایته که جمهوری اسلامی داره انجام میده. تو اگر میگی اینها یارانه مردم ایران رو دارن میخورن، بی پدر مادر. خب اونی که حالا اومده که کار میکنه و فلان، اون که سر اون که خلافکاره که خلافکاره، هر کی میخواد باشه خلافکاره، تو دهنش هم باید زد، هر کی میخواد باشه، ایرانی باشه، افغانی باشه، پاکستانی باشه، هر کی میخواد باشه. اما اون خانواده‌ای که با 2 تا بچه، 3 تا بچه، 4 تا بچه بلند شده اومده توی ایران، بچه‌هاش اجازه تحصیل ندارن، خودش اجازه اجاره خونه نداره یا هر چیز دیگه ای، اون هزینش برای مردم بیشتره یا اون آفریقایی رو که تو آوردیش توی قم، خانوم سر جاش براشه، پول دلارش بجاشه، مسافرتاش بجاشه، بحث چونگشادیش بجاشه، کارم که نمیکنن که، حقوقش هم داره میگیره، کدوم اینا هزینه است برای ملت؟ حالا فقط این 1.5 میلیون نفر تو قم نیست، تو تانزانیا و توی ونزوئلا جمهوری اسلامی حوزه خرسازی رو انداخته. خب این حوزه خرسازی که توی تانزانیا و ونزوئلا و امثال هم شما راه انداختید، برای راه رضای خدا که نیست که، الکی نیست که یارو سیاپوسته میاد میزنه تو سرش حسین حسین میکنه که، برای دلاره، برای پوله. پس شما پول ملت رو دارید اونجاها هزینه میکنید و حالا این مردم رو اینجوری انداختید به جون هم. ضمن این که بعد از اومدن طالبان در افغانستان با کمک شما و مافیای جهانی و طرح معامله غرب، شما بمب ساعتی رو وارد ایران کردید، بمب ساعتی، و این اختلاف ها و این درگیری ها و این کینه و نفاقی که دارید، دست های پشت پرده حکومتی داره بین مردم جا میندازه، این بمب ساعتی رو شما دارید انگولک میکنید. تمام تلاش حکومت اینه که ضعف هاشو، ایراداتشو، مأموریت هاشو همه رو بپوشونه پشت این جریان افغانی. اینو دارم بهتون میگم بلکه بازی ها رو بهتر بدونید، بازی ها رو بهتر بشناسید. فریب 4 تا کلیپ و 2 تا نمیدونم فلان و این داستان ها رو نخورید. مردم افغانستان حق بیشتری نسبت به آفریقایی ها به ملت ایران دارن. این اصلا چیز طبیعیه، همسایه ایمان، رگ و ریشه هامون یکیه. یه روزایی سرزمین رستم بوده اینجا، سرزمین شاهنامه بوده اینجا، سرزمین ایران بوده اینجا. خب اگر خیر این کشور به اینها برسه بهتره یا به آفریقا و به ونزوئلا برسه؟ به کدوماشون؟ پس حواسا رو جمع کنید. مطالبه ملت ایران خروج افغان ها نیست، مطالبه ملت ایران خروج اشغالگران 57ه که امروز گوساله‌ای به اسم بوزیده میره در عراق. 3 روز پیش دقت کنید، 2 هفته پیش مراسم 40 رو گرفتن همین جمهوری اسلامی. میلیارد ها دلار هزینه کرد تو عراق، میلیارد ها دلار هزینه کرد تو عراق. 3 روز پیش 160 تا استخون کردن تو جعبه آوردن، گفتن اینها بازمانده شهدای جنگ تحمیلی هن. 160 تا 3 روز پیش. امروز بوزیده دوباره میره توی عراق و دست به خایه میشه برای عراقی هایی که ایرانی ها رو کشتن 8 سال. و فقط این نیست، میره توی عراق و میگه که ما میخواییم مرزهای کشورهای اسلامی رو برداریم مثل اتحادیه اروپا. یادم در مورد اتحادیه‌ای که مافیای جهانی میخواد توی اون منطقه درست کنه بارها و بارها توضیح دادم، دوستان اگه برنامه رو دیده باشن یادشون هست. اما امروز داره علنی میشه دیگه، داره مطرح میشه. بوزیده است کیه این یارو؟ بابا خدا پدر احمدی نژاد رو بیامرزه، هنوز 4 تا کلمه حرف بلد بود بزنه. خدا پدر این یارو ابرام قاتل گور به گور شده رو لعنت کنه. حداقل یه لوکوموتیوی چی میگفت؟ لوکوموتیو میگفت؟ لوکوموتیر میگفت؟ چی میگفت؟ حداقل 4 تا حرف بلد بود بزنه. این سیب زمینی پشندی که اصلا دیگه ریده، رفته نشسته بغل رئیس جمهور عراق، نمیدونم، آره دیگه رئیس جمهور عراق، و
بعد میگه من دیپلماسی بلد نیستم، منو وا داشتن می من چیکار کنم؟ آخه بی پدر مادر تو گوه میخوری وقتی که آداب ابتدایی دیپلماسی رو بلد نیستی، گوه میخوری اصلا به نامزد بشی. نمیدونم شنیدید یا نه، بذار ببینم دارمش. میگه من بلد نیستم این پروتکل ها و این چیزای دیپلماسی رو بلد نیستم. خب تو که بلد نیستی آخه بی پدر مادر بی ناموس، برای چی رفتی کاندید شدی؟ میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که رئیسی به لوکوموتیو چی میگفت؟ دوستان اینجا بنویسید چی میگفت به لوکوموتیو؟ لوکوموتیر میگفت چی میگفت؟ مثل این میمونه که لوکوموتیر رئیسی رو بدی دست یه آخوندی بگی بشین پشتش را برو. حالا توی این قطار هم 1000 آدم نشسته. آخه بی پدر لوکوموتیر یه همچی چیزی میگفت. آخه بی پدر تو که بلد نیستی اصول. آقا اولا شما دکتر مکتوراتو که داری میگی رتبه اولم و فلان بودم زیر مف میزنی. بی سوادترین آدم در جمهوری اسلامی همین پزشکیانه بوزیده است. بیس لوکوموتیو نمیدونم همچی چیزی میگفت. بی سواد احمدی نژاد اگه میگفت دکترم میخندیدیم بهش، حداقل 4 تا کلمه به درد بخور میتونست حرف بزنه حداقل. این یکی دیگه ریده آبم قطعه. برگشته میگه که نه ویدیوشو ندارم. برگشته میگه که به اون یارو رئیس جمهور عراق میگه ما رو توی شرایطی گذاشتن من اصلا دیپلماسی بلد نیستم نمیدونم چی بگم. بعد دوباره به نماینده خامنه‌ای برگشته تو همون جلسه میگه که زیاد که خراب نکردم. خب این مشخص بازی یعنی چی؟ مشخصه که این گوشکوب رو گذاشتم فقط امضا کنه. این ماشین امضاه بدون اینکه بتونه بخونه چی رو داره امضا میکنه. بدون اینکه بتونه بخونه چی رو داره امضا میکنه. این فقط ماشین امضاه. ماشین امضا. ماشین امضاییه که به زودی به احتمال زیاد یه سفرم به باکو خواهد رفت و اونجا هم یه امضایی خواهد زد. و اونجا هم یه امضایی خواهد زد. و این امضاها برای ملت ایران، برای کشور ایران تاوان داره، هزینه داره. هزینه سرسام‌آوری داره. من قبلا در مورد اون 17 شهر صحبت کردم. اگر ما تونستیم اون 17 شهر رو پس بگیریم میتونیم این کوریدوران هم پس بگیریم، میتونیم دریای کاسپیان هم که بخشیدن رو هم پس بگیریم توی این دنیای نامرد مافیایی. بریم صحبت های این مجری تلویزیون باکو رو با هم دیگه بشنویم. دوستان آذربایجان دیگه دیلی دوداغو گروهان ایران، آذربایجان دیگه یوکسو ارشه سکیلن بولغا رژیمی، آذربایجان دیگه سوزی چورو ها başına şeytan yuvasını taz eden emmameliler، narkotik istihbaratçısı istehsalı ve ithalcısı gibi dünyanın birincisi olan bolğa rejimi، din perdesi altında gizlenen dünyada en çok ara düşkünü olan birisi، Allah'ın haram buyurduğu domuzu Allah'ın elinde saklayan kelimelerini kötü duz kimi yalayan da sizsiz olmak için. Azerbaycan dilinde Azerbaycan Türkçesinde insan داره به رژیم آخوندی میگه، حتی به ایران داره میگه. میگه کسایی که مانع تحصیل زبان ترکی میشوند هم شما ها هستید. اینجاست باید متوجه بشید، اینجا باید متوجه بشید. اونایی که ادعای دایه زبان مادری زبان مادری زبان آی زبان مادری زبان مادری از کجا داره میاد؟ پول حسن شریعت مداری ها از کجا داره میاد؟ پول عبدالله معتدی ها از کجا داره میاد؟ پول علی جوان مردی ها از کجا داره میاد؟ پول این همایش ها و نمایش ها از کجا داره میاد؟ باکو دلش آقا باکو یک کشوری که حال جزء سرزمین ایران بوده دیگه، حالا یک کشور جدید به اسم آذربایجان تشکیل شده، زبان رسمیش آذریه، دقت کنید،
تو قانون اساسیش زبان رسمی آذربایجان باکو آذریه، زبان رسمیش آذریه، به خودشون نمیگن ترک. بعد ایرانی های میهن فروش دوزاری در پیتی تو اپوزیسیون خودشون رو ترک میدونن، ترک. اما دغدغه باکو زبان مادری در ایرانه، حواستون هست؟ بقیهش نگاه کنید. اگر خبر ندارید براتون بگم ایران خاک جمهوری باکوست. اگر خبر ندارید براتون بگم ایران خاک جمهوری باکوست. متوجه شدین؟ حالا همین رو ببینید، این از اون ور داره ذهن مردم رو آماده میکنه. جمهوری اسلامی از این ور، مجری بی بی سی میاد، مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی میاد پاسخ این رو میده. بهترین نوع جا اندازی یک فتنه در بین یک مردم از طریق رسانه است. حالا دو تا رسانه، حکومتی یکی متعلق به الهام دماغوف، یکی متعلق به جمهوری اسلامی، این کلیپ اونو پخش میکنه پاسخشو میده، اون کلیپ اینو پخش میکنه پاسخشو میده، و این توی ذهن مردمان یواش 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 میشینه. از سوی دیگه اپوزیسیونی ما داریم، مدعی اپوزیسیونی داریم، مدعی آی این پسر شاه دیکتاتور است، میخواهد ایران برگرده دیکتاتوری. اما همایش گذاشته میشه، اره و اوره و شمسی کوره جمع میشن در مورد تمامیت ارضی ایران. ببین چی میگن. ترکیه رو دیدی؟ آذریه رو دیدی الان تو باکو؟ حالا ایرانیه رو گوش کن. خاک بر سرت. بیا گوش کن. متوجه شدید یعنی چی؟ آقا ناراحت شده اپوزیسیون، ناراحت شده که یه عده ایرانی اعتراض کردن که امارات گوه خورده این سه جزیره متعلق به امارات. آقا ناراحت شده، دموکراسی خواهه، ناراحت شده، مخالف شاهه، مخالف رضا شاه دومه، خودش رو نیروی برحق میبینه تو اپوزیسیون، ناراحت شده از واکنش یه تعداد ایرانی که اومدن گفتن امارات گوه خورده که گفته این سه جزیره متعلق به منه. ببینید چه قشنگ پازلا کنار هم دیگه گذاشته شده. این اسمش طرح معامله قرن، دوستان، طرح معامله قرن، طرحی که ترامپ به نتیجه رسوندش، معمارش ترامپ بود و گام بعدیش رو هم ترامپ انجام خواهد داد. آی اسکلای دوزاری که اومدید کمپین رو انداختید، بیاید برید ثبت نام کنید، بیاید برید فلان کنید. آقا کمپین جدید از طرف اراذل اوباش، سعید حجاریان و سروسی ها اینه، میخواییم رئیس جمهور رو، میخواییم در آمریکا انقلاب کنیم، رئیس جمهور آمریکا رو میخواییم انتخاب کنیم. حالا مردم ایران جمهوری اسلامی رو سرنگون کردن، تموم شد، حالا میخواییم بریم کاخ سفید انقلاب کنیم. برید ببینید تو این رسانه ها چه خبره. کیا؟ سکتوله های سعید حجاریان، اراذل اوباش زندانبان اطراف پادشاه، برید نگاه کنید. همونایی که همین علی ابراهیم زاده و سام رجوی و اینا رو آوردن بالا، یادتونه که حالا بیه کمپین بزنیم بریم امضا کنیم، میخواییم بریم کاخ سفید رو نجات بدیم.
بعد به موازاتش این ارازل اوباش رو هم داریم، اینا هم همشون از همون رگ و ریشه. چرا با پرچم شیر خورشید تاجدار ارتش سری همشون مخالف بودن؟ چرا؟ دلیلش ایناست دوستان، اینا باید جا بیفته دیگه. آقا پرچم شیر خورشید تاجدار رو دیگه تاج کن، فراموشش کن. دموکراسی سه جزیره رو میدیم به عرب ها، خوزستان رو از اون ور میدیم به عرب ها، کردستان هم که بره جزو بارزانی ها، مردم اقلیم کردستان بسیار بسیار دارن خوش بهشون میگذره. آذربایجان هم که الهام دماغوف کلا همش کلش واسماس میکشه بالا، اون تالار اون تالا دالون هم که برداشته بشه که ترکیه دقیقا میاد تا مرز ایران، این برم که میدیمش به داعش خراسان برداره بره واسه خودش سیستان بلوچستان هم که با یه مش گدا گشنه و فقیر و در بداغون هم دیگه کیال داره اینا رو بسازه، اینم میدیمش بره سیستان بلوچستان و پاکستان واسه خودش حالشو ببره. اصفهان و شیراز و تهران و اینا رو هم نگر میداریم واسه خودمون. جریان اینه دوستان. چرا صبح تا شب توی این رسانه ها بر علیه ایران گرایی صحبت میکنن؟ چرا تا میایی صحبت از ایران گرایی میکنی، صحبت از پادشاهی میکنی، صحبت از پرچم شیر خورشید تاجدار میکنی، مزدور میشی، چماق به دست میشی، بی سواد میشی، ابله میشی، اسکل میشی، نفوذی میشی، آدم فروش میشی؟ چرا؟ چرا هم با اقسام انکار بهت میزنن؟ به خاطر اینه آقا دیگه. امروز کسی دیگه دنبال جاوید شاه گفتن نیست اصلا. تو قرن 21 دیگه اصلا خنده داره تو بری جاوید شاه. همین دو سال، یک سال پیش، شش ماه پیش بود در دانمارک پادشاه جدیدشون به تخت نشست و مردم تو میدان اصلی شهر کوپنهاگ اومدن گفتن جاوید شاه. من نگفتم. چطور برای اینها دموده و عقب افتاده و عقب مونده نیست، برای ما عقب مونده است؟ اما قدرت نفوذ رستاخیز سیمرغ عالم خان بهتون بگم، کار به یه جایی رسیده که مقامات جمهوری اسلامی میان از گفتمان رستاخیز سیمرغ استفاده میکنن. باورتون میشه؟ همین لایو محدود بسته کوچولو موچولو، این خبر رو نگاه کنید. اول این صفحه توییتری همین بی پدر مادر بوزیده است، بوزینه بوزیده، نوشته خبری آمد خبری در راه است. خبرها حکایت از آن دارد که یک شخصیت شناسنامه دار و مطرح از جریان اصلاحات با رویکرد حزبی فلان و فلان وارد معاونت وزیر کشور خواهد شد. شناسنامه دار. صفحه رستاخیز دوست عزیز، همه چیزش بسته است دیگه. آخه نوتیفیکیشن بعد نوتیفیکیشن چیه؟ هیچ چی نمیاد. خیلی از دوستان میان ما چرا نمیتونیم لایک کنیم، چرا نمیتونیم کامنت کنیم، چرا نمیتونیم استوری کنیم؟ ما بسته است دیگه، یه کوچولوی صدامون میاد فعلا، هنوز نبستنش تو اونجا. شخصیت شناسنامه دار، انقلاب شناسنامه دار، یعنی تو تمام جمهوری اسلامی تو تمام این سالها شخصیتاش بی شناسنامه بودن، بی نام و نشون بودن. این شخصیت شناسنامه دار از کجا اومد تو ادبیات جمهوری اسلامی؟ شما شنیده بودی تا حالا جایی شخصیت شناسنامه دار؟ اون برای جریان هم این سردار تروریست نیرو انتظامی اومده حرفای رستاخیز سیمرغ رو زده، منتها با یک گفتمان دیگه. میگه که میگه چادر رو از ما اگر بگیرن بعد پرچم رو میگیرن، یعنی جمهوری اسلامی پرچمش رو قایم کرده پشت چادر که چادر محافظت بشه برای پرچمش. چرا؟ میگه اگر پرچم رو از ما بگیرن همه چیز رو از ما گرفتن. کی داره میگه؟ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اهریمنی اسلامی. وحشتش از این چیه به نظر شما؟ نه آقای ناصر خان، کلن صفحه رستاخیز بسته است، محدود دوست عزیز، هیچ چیش به هیچ چیش نیست. حالا دیگه ناتیفیکیشنش که دیگه پیشکش این صحبت های این چیز رو نگاه کنید یه تیکش رو. دورانی که ما با سختی های فراوان گوش کنید فرهنگی رو به روح هستیم، میتازن
آخه ریدم تو اون تاریخ تولدت و شماره شناسنامه خودت و اون آب و اجداد تازید، چطور چادری که زهرا توی به روایت ها و تفاسیر ها چادری که هدیه داده برای شما اهریمنان جمهوری اسلامی انقدر اهمیت داره، اما پرچم شیر خورشید تاجداری که جزء تمدن جیرفت 5-6 هزار سال پیش بوده، 5-6 هزار سال پیش تو شاهنامه فردوسی در موردش صحبت شده، تا بیاییم جلوتر دوران شاهنشاهی ایران این پرچم بی ارزشه، اما چادری که عرب تازی، من توهین به همیانان عرب زبانم نمی کنم، من دارم سراغ تازیان صحبت میکنم، تازیان بیابانگردی که گونی میپوشیدن تنشون، گونی اون موقع اینا گونی هم که نبوده، با پوست درست میکردن، اون اهمیت داره برای شما، اما پرچمی که تاریخ و هویت ما مردم ایرانه این اهمیت نباید داشته باشه، این میشه جرم. گوش کنید. و خانم زینب از دست حضرت زهرا یادگاری گرفت تا یادگاری به ما بده، میتازن برش. قورباغه رو ببین، چرا میتازن؟ چرا؟ که اگر چادر رو بگیرن پرچم رو میگیرند، و وقتی پرچم رو گرفتن همه کاری میشه کرد. متوجه شدید؟ وقتی زن ما، مادر ما، دختر ما پرچمدار شد، مرد ما و پسر ما در زیر این پرچم میتواند علمدار بشه. وقتی پرچمی نباشد علمی، پرچم را که گرفتن علم افتاده. چرا من انقدر تاکید میکنم توی ارتش سری که آقا پرچم شیر خورشید تاجدار بگیرید دستتون، چون میدونم جمهوری اسلامی به چادر زینب توی صحرای کربلا بنده. شما وقتی پرچم شیر خورشید تاجدار بگیری دستت، همه بازی ها رو به باد میدی. خود فرمانده نیروی انتظامی تهران داره میگه پرچم رو از ما گرفتن همه کاری میتونن بکنن. پرچم شیر خورشید تاجدار بیاد توی خیابون، همه کاری میتونی بکنی. اینو کسی داره میگه که مسئول دقت کنه که مردم تفکرشون به سمت ضد جمهوری اسلامی نره، یعنی یه کسیه که فکر مردم رو میدونه، اندیشه مردم رو میدونه، رفتار مردم هم تحت نظر داره و داره باش مخالفت میکنه. میگه پرچم، جنگ پرچم هاست. کی بود ما تو رستاخیز سیمرغ گفتیم سناریوی رو پیاده میکنیم، پروژهی رو پیاده میکنیم که جنگ بکشه سراغ جنگ پرچم ها. امروز جنگ پرچم هاست، تو اپوزیسیون جنگ پرچم هاست، خود جمهوری اسلامی جنگ پرچم هاست، بین قدرت ها هم جنگ پرچم هاست. ببین ارتش سری کار رو به کجا رسوند؟ کسی اهمیت به این چیزا میداد؟ کسی براش مهم بود این چیزها؟ وقتی این 5000 تا پرچم شیر خورشید تاجدار تو ایران پخش شد، ویدیوهاش پخش شد، رادان گوشاش تکون خورده. اسرائیل میاد پرچم شیر خورشید تاجدار میذاره توی دفتر اتاق کنترل ارتشش. توجه شدی؟ حالا متوجه شدید چرا باید به ارتش سری حمله کرد؟ چرا باید هر کاری کرد که این سعید قاسمی صداش خفه شه؟ چرا باید هر کاری کرد که هیچ کس به این سعید قاسمی اعتماد نکنه؟ چرا باید بگیم سعید قاسمی دروغ میگه، میگه من 5000 تا پرچم پخش کردم؟ چرا باید بگیم؟ چرا جمهوری اسلامی، سیستم اطلاعات جمهوری اسلامی، اطلاعات موساد، اطلاعات سوئیس و سیای آمریکا دنبال کشف ارتش سری هن؟ چرا؟ چرا جغت های جمهوری اسلامی همین الان زوم زدن ببینن چجوری میتونن چه ردی از ارتش سری در داخل پیدا کنن، برن اگه یه دونه پرچم داره برن پرچمشو بگیرن؟ چرا؟ برای اینکه اون پرچم بیاد توی خیابون، همه سناریوها مالیده شده رفته. اون پرچم توی سرین هست، تو اردبیل هست، تو تبریز هست، تو یاسوش هست، تو سنندج هست، تو زنجان هست، تو قزوین هست، تو تهران هست، تو خوزستان هست، تو هرمزگان هست،
تو سیستان بلوچستان هست، تو خراسان هست، تو اصفهان، شیراز، تهران، همه جای ایران هست. وقتی پرچم رو از ما بگیرن، همه چیز رو از ما گرفتن. صحبت رادان، تروریست، فرمانده نیروی ایرانی کش انتظامی جمهوری اسلامی، این یعنی هدف رستاخیز سیمرغ، که ما پرچم رو ازشون، پرچم رو، پرچم انگلشان رو میکشیم و پرچم ایران رو میزنیم سر جاش. نه پرچمی که فائزه رفسنجانی قبولش کرده شیر خورشیدا، نه پرچمی که مریم رجوی پشتش سرش سینه میزنه، پرچم شیر خورشید تاجدار بچه نور شاهی. حالا متوجه شدید چه کار بزرگی رو انجام دادید؟ حالا فهمیدید اون اعتمادی که کردید چه نتیجه، هنوز به بار نشسته چه نتیجه ای داده، هنوز به خیابان نیامده چه نتیجه ای داده؟ رادان از کدوم پرچم باید بترسه به نظر شما؟ پرچم اقلیم بارزانی؟ از پرچم چی باید بترسه رادان؟ وحشتش از کدوم پرچمه؟ از پرچم شیر خورشید تاجداریه که توی ایران هست. گفتم اینا خیلی هاشون هنوز نمیدونن ارتش سری چی کار کرده، هنوز داغن، روزی متوجه میشن که دیگه کارش نمیتونن بکنن. این هم نگاه کنید، خبرگزاری انتخاب متعلق به جمهوری اهریمنی اسلامی، پزشکیان در عراق، برداشتن مرز کشورهای اسلامی مثل اتحادیه اروپا. تومونتون رو نمیشونید بکشید بالا گوزوها، همین الان عربا اومدن خوزستان ایران رو خریدن، همین الان بهترین زمین های خوزستان رو عراقی ها خریدن. مرز داریم، 100,000 تا 100,000 تا آدم وارد میشه. حالا وای بالی که مرز نداشته باشید. میدونید چرا اینها رو دارن مطرح میکنن؟ برای اینکه اون قبح کشور رو از بین ببرن، اون چیزی به نام مرزهای جغرافیایی ایران رو از بین ببرن. و این دلغک گوزیده مسئول ماشین امضای همین کاره، این همون حسن روحانیه بی پدر مادر که رفت دریای کاسپیان رو با همین جواد ظریف رفتن واگذار کردن و اومدن. یادتونه بهشون زنگ زدم؟ اینا ماشین امضای تاراج ایرانه، فقط امضا میکنن بدون اینکه بدونن چی هست. به هر حال خواستم این چند تا مطلب رو در موردش توضیح بدم. 25 شهریور امیدوارم که حالا اتفاقی بیفته، اما بچه های ارتش سری شما خودتون رو آماده نگه دارید، همیشه آماده باشید. ما زمانی وارد میدان خواهیم شد که اعلام بشه، زمانی که اعلام بشه بچه های ارتش سری وارد میدان میشن. دیدید رادان چه وحشتی کرده از پرچم شیر خورشید تاجدار؟ حالشو بردید؟ با یه لایو اینستاگرام محدود و 5-6 تا از این همیهنان خارج از کشوری که حالا 100 تا 200 تا هر چقدر کمک کردن و تونستیم اون کار رو انجام بدیم. حالا اگر در سطح بزرگتر میشد ببین چه کارهایی رو میشد انجام داد. به هر حال خیلی سپاسگزارم از همه دوستان. من بعد از لایو پریشبم هم گفتم دو تا کار مهم دوستان دارین در داخل ایران باید انجام بشه. هر جوری فکر میکنم در موردش چجوری توضیح بدم که گوش و چشم اهریمنی که داره میبینه اینها رو متوجه نشه، نشد. و دوباره تصمیم گرفتم که سربسته اعلام کنم دو تا کار کلیدی مهم در داخل ایران داریم که باید انجام بشه، جز باید هاست که باید انجام بشه. و انجام این دو تا کار مستلزم حمایت بچه های نور شاهیه و امیدوارم دوستان نور شاهی کمک کنن ما از این دو تا به قول معروف مورد رو در داخل ایران رو حلشون کنیم، دو تا مسئله رو حل کنیم، بتونیم به کارهای دیگه بپردازیم، یه ذره فکرمون باز بشه، دنبال مسائل دیگه‌ای باشیم، بتونیم کارهای به گونه دیگه، روش‌های دیگه، اتفاقهای دیگه رو رقم بزنیم. ولی این دو تا جلوی پامونه، باید انجام بشه.
گفتم حقیقتش پول زیادی هم میخواد، پول کمی نمیخواد، با 100 تا 200 تا و نمیدونم 300 تا و اینها انجام نمیشه. اما این 100 تا 200 تا و 300 تا اگر باشه روی هم که بذاریم، میشه بخشی از این یا حداقل یکی از این کارها رو انجام داد یا دوتاشو انجام داد. هر دوش مهمه، هر دوش حیاتیه و اینها باید انجام بشه. در توی لایو نمیتونم در موردشون توضیح بدم، برای اینکه گوش و چشم اهریمن اینجا هست، میبینه و میشنوه. دوستان نور شاهی، اونایی که دوست دارید کمک کنید، اینو به عنوان یک وظیفه برای خودتون در نظر بگیرید، حیاتیه. باور کنید اگر مثل سری قبل بچه های نور شاهی، حالا چند تا از دوستان کمک های کوچولو کوچولویی که میکردن، ما ارتش سری رو برای با مشت و چک و لگد هم شده نگرش داشتیم، اما این دوتا باید انجام بشه، این دوتا باید انجام بشه. و متاسفانه بعد از لایو من بجز با 3-4 تا از دوستان که خودم بهشون پیام دادم، دوست دیگه ای با ما تماس نگرفت برای نور شایی، ولی به چند تا از دوستان خودم پیام گذاشتم و باشون صحبت کردم. الان هم امیدوارم که دوستان نورشایی خودشون پیام بذارن بیان وسط. اگر قهرن، دلخوری چیزی دارن از من یا از رستاخیز سیمرغ یا از ارتش سری، بیایید بگید، مسائلتون رو بگید، من هیچ نگرانم نمیشم، هیچ به قول معروف ناراحتم نمیشم، پاسخم برای همه چیز هست، داریم. به هر حال اگر کدورتی چیزی هست یا فکر میکنید هست، بیایید حلش کنید و باشید. زمان زمان حساسیه، باور کنید. اگر اون روز 4 سال پیش، 4.5 سال پیش من در مورد طرح معاملی قرض صحبت میکردم، اگر این صحبت ها همگانی میشد، اگر شنیده میشد، خیلی از این اتفاقات امروز نمیافتاد. روزی که ما اومدیم گفتیم جمهوری اسلامی با کمک مافیا میخواد طالبان رو در افغانستان حاکم کنه، خیلی ها خندیدن، گفتن این کسخل رو نگاه، طالبان رو آمریکا و فلان اینا جخ بیرونش کردن، نابودش کردن، مگه میشه دوباره طالبان برگرده؟ دیدید که همین آمریکا، همین آقای ترامپ در دوحه قطر اینها رو برگردون. بنابراین سناریوی جهانیه، روش هم هزینه شده، میلیاردی هم هزینه میشه، نه از جیب خودشون، از جیب من و تو ایرانی، و آدم هم تو دلتون بخواد براشون دارن. حالا یه کسی که میاد یه سری مسائل حقیقی رو مطرح میکنه رو به جای اینکه یا سکوت کنیم یا تخریبش کنیم، بیایید حمایتش کنید، بیایید بذارید این مطالب گفته بشه، اینا پخش بشه، اینا خیلی خوبه، حداقل یه بخشی تعداد کوچولوی آدم اینا رو میشنون، ممکنه توی فکرشون به یه جاهایی برسن که اگر بی بی سی و رژیم تراشخال و امثال عمر میدیدن به اونجا هرگز نمیرسیدن. ولی دو تا مورد مهم داریم در داخل که باید حل بشه. دوستان لطفاً لطفاً و لطفاً بچهای نور شاهی، چه اونایی که کمک های هدیه های مختلف میکردن، چه اونایی که حتی یک بار هدیه دادن، خارج از کشور میگم، من با بچهای داخل ایران فعلا کاری ندارم، خارج از کشور، بیایید و کمک کنید ما این دوتا مورد رو حلش کنیم، یعنی دوتا اتفاق رو رقم بزنیم که باور کنید انقدر ذهن من و این دوتا کار مشغول کردن که اصلا همه چیز از دستم در رفته. و این مطالبی هم که الان دارم بهتون میگم یا گفتم، اینا هم نزدیک یک ساعت و نیم وقت گذاشتم، همه رو چیدم کنار هم دیگه که بتونم در موردش توضیح بدم. قبلا همه این توضیحات رو داده بودم. بر روی بیاید دوستان نور شاهی، بیاید کمک کنید این اتفاق بیفته. سپاس از همه دوستان، پاینده ایران، جاوید شاه و بدرود دوستان.